انصراف تنها 3% از مردم از دریافت یارانه نقدی در نمایش جدید آخوند روحانی به اعتراف خود رژیم از مقامات گرفته تا روزنامه‌ها بیانگر ضعف و شکست حکومت آخوندی با همه باندها و دسته‌بندی‌هایش می‌باشد. شکستی که هم بیانگر بی‌اعتمادی کامل مردم به دار و دسته حاکم است و هم روشنگر وضعیت فقر و گرسنگی فراتر از تصور آنان. روزنامه سیاست روز رژیم در سرمقاله خود می‌نویسد اعلام کتبی بیش از 60% مردم که درآمدی کمتر از 600,000 تومان دارند واقعیت تلخی است که اگر حقیقت داشته باشد باید به حال دولت مردان از چپ و راست دیروز گرفته تا اصلاح طلب و اصولگرای امروز زار زار گریست. این به معنای این است که درآمد 60% مردم ایران کمتر از 1/3 درآمدی است که خط فقر را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر 45 میلیون نفر از مردم ایران اگر درآمدشان 3 برابر یا از 3 برابر بیشتر شود تازه به خط فقر می‌رسند. همین روزنامه رژیم در ادامه می‌نویسد بنابراین شاه کلیدی که در زمان رقابت‌های انتخاباتی به مردم نشان داده شد قادر به گشودن قفل مشکلات معیشتی مردم نمی‌باشد. وقتی تمامیت رژیم آخوندی به مثابه مانع و قفل در مسیر مردم ایران حرکت می‌کند چگونه می‌تواند در حکم کلید عمل کند جز اینکه برای عوام فریبی از نوع آخوندی آن این عبارات و کلمات به بازی گرفته شود. میتوان شعار داد و فریب کاری کرد ولی هرگز بر روی واقعیت‌های سرسخت نمیتوان خاک ریخت. واقعیت سرسخت این است که بر اثر سیاست‌های بغایت ضد مردم این رژیم جامعه به 2 قطب با اکثریت عظیم فقیر و اقلیت بسیار کم ثروتمند از غارتگران حاکم تقسیم شده است که معنای دیگر آن از بین رفتن طبقه متوسط جامعه و تبدیل آنها به اقشار فقیر و پرتاب اقشار فقیر به خیل ارتش گرسنگان است. وخامت وضعیت اقتصادی در ایران از روز نخست حاکمیت این رژیم شروع شده است. در طول 3 دهه گذشته در اثر سیاست‌های ضد مردمی این رژیم و صرف سرمایه‌های ملی ایران در سرکوب داخلی و برنامه ضد ملی دستیابی به سلاح اتمی و صدور تروریست و جنگ افروزی خارجی کشاورزی ورشکسته و صنایع منهدم شدند و در یک کلام تولید از بین رفته است. کارنامه رژیم آخوندی یک قلم ایجاد اقتصادی است که در آن واردات و رانتخاری حرف اول را میزند و حاکمیت از آن چپاولگرانی است که نبض این اقتصاد بیمار را در دست دارند. بی تردید هر روز که حاکمیت این رژیم ادامه یابد درصد مردم فقیر عدد 60% را نیز رد خواهد کرد که البته همین خیلی گرسنگان و مردم محروم بلای اصلی جان این رژیم خواهند شد و دیر یا زود بساطش را بر سرش خراب خواهند کرد.